خسته نشید دوستان. ببخشید اگر این بحث های مده طولانی شد، میدونم حالا همیشه حوصله این بحث ها نیست و بعضی وقتا حالا موضوعاتی میگم مستقیما تو کانتکست نیست، ناگزیر حالا من یه مقدار اشکال منه، اشکال بخش زیادیش که من یه مقدار خودم یکم چی میگم دپس فرستم موقع توضیح دادن یه چیزی، یه مقدار سعی میکنم کنترلش کنم ولی یکم از دستم در میاد. ببخشید یه مقدار واقعیتش این بحث ها نمیدونم شد من اینجوری یاد گرفتم این چیزا رو، همینجوریه یعنی یکم به هم مرتبطن، باید همه این چیزا رو دید. و خب خودتون ماشاءالله بهتون، چون همه دوستان صرف نظر از توسعه دهنده بودن مهندسی نرم افزارن و من میدونم خیلی مهندسی نرم افزار قابلی هستن. بعضی مهندسی نرم افزار یه بحثش تحلیل سیستمیه، بخشش مثلا آرکیتکچر. این بحثا اساسش به خاطر اینه که 50% آسیب پذیریه که توی کلا نرم افزار وجود داره تو کد نیست، 50% تو دیزاینه. یعنی ممکنه شما کد رو نگاه بکنید ببینید که خود کد کد بدی نیست، ولی چون الگوی اشتباهی رو داره پیاده سازی میکنه آسیب پذیره. مثلا این بحث کلین کد، کد کار میکنه، فانکشناله، ولی میگید مثلا کد خوبی نیست. این کد هم اینجوریه، کد کار میکنه ولی مثلا کد ناامنیه یا طراحی نادرستی داره. بخاطر من بعضی وقتا مجبور میشم برم توی کانالای خاصی دیگه. اگر خسته شدید شما ببخشید، ان شاء الله اگر جلسه بعدی فرصتی بود من در خدمتتون باشم. ان شاء الله این بحثای چیزو کمش میکنیم، بیشتر به کد و اینا میرسیم. عرض کنم خدمتتون که حالا تو ادامه تو بحث پابلیک انکریپشن یا رمز نگاری نامتقارن بهش پابلیک انکریپشن هم میگن، پابلیک اینفراستراکچر هم میگن، حالا اینا مشتقاتشه. این بحث زیر ساخت کلید عمومی یا امضای دیجیتال PKI شنیدی حتما. مثلا یک کاری دو طرف انجام در طریق امضای دیجیتالی مثلا احراز هویت میشه PKI، یا مثلا کارت ملی هوشمند که روش اسمارت کارت داره. مثلا دیدید الان دارن یه سری مجموعه کار میکنن که اینا رو دستگاه های ATM به جای کارت بانکی هم بخورونن. ممکنه مثلا تا یکی دو سال بعد را بیفته، مثلا شما به جای اینکه 10 تا کارت بانکی داشته باشید کارت ملیتون رو بزنید تو دستگاه، مثلا لیست کارتاتون رو بیاره پینش رو بزنید وارد شد دیگه مثلا این چیز باشه. یکم PKE پابلیک انکریپشن که همون بحث رمزنگاری و رمزگشایی معروف ترین الگوریتمی که تو این دسته وجود داره، نه لزوما کارآمدترین ولی معروف ترین RSA. خفف اسم سه نفر از طراحاش بودن، ریورس شمیر و در واقع آدلمن، که سال 1978 اومده، خیلی سال قبله، یعنی الگوریتم جدیدی نیست. تقریبا فکر کنم سال 2000 اینا بود که پتنتش هم برداشته شد. چون میدونید این پتنت ها اینطوری هست، یعنی شما زمانی که تو اون دوره پتنت میخواید از یک چیزی استفاده کنید، مثلا مثل یه الگوریتم مثلا تو محصولتون پیاده سازی بکنید، بعد حق پتنت اونو بدید و گرنه طرف میتونه رو شکایت کنه و یه جریمه حسابی ازتون بگیره. منتها زمانی که اون دوره زمانی میگذره استفاده از اون دیگه آزاد میشه. تقریبا از سالهای 2000 و اینا دیگه RSA آداپت شد تو همه سیستما، اومد خیلی رواج پیدا کرد، به خاطر همه ما خیلی میشناسیمش چون دیگه پتنتی نداره. اگه الان توی اپتون از RSA استفاده میکنید هیچ جای کره زمین براتون مشکلی به وجود نمیاد، ولی همه الگوریتم‌های رمزنگاری اینجوری نیستن. البته بعضی از این پتنت ها در قالب خود پلتفرم هندل شده مشکل لایسنسینگشون، یعنی به این ترتیب مثلا اگر خود کیستور داره شما میاد یه سری امکانات میده، مثلا میگه من تو ورژن فلان از این الگوریتم پشتیبانی میکنم، استفاده ازشون هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. بعضی وقتا ما، حالا من مثالش رو خواهم زد، بعضی وقتا ما مثلا میبینیم که یک محصول خاصی از یک الگوریتم خاصی استفاده میکنه که توسط خود مثلا پلتفرم اندروید به صورت بیلتین پشتیبانی نمیشه، حتی تو نسخه آخرش هم وجود نداره. من مثالش رو هم زدم، مثلا تو دسته الگوریتم الپتیو کرف. الپتیو کرف چون خیلی جدیدن هنوز پتنتشون وجود داره، بعضیشون همین 10 سال گذشته است، یعنی تو 20 سال آینده خیلی داستانش وجود داره. حالا خواهم گفت کدوما مثلا اینجوریان و چه حالا معمولا چیکار می‌کنم، تو خودمون ازش استفاده کردیم چون اپمون داخلی بود. RSA این دو تا ترانسفورمیشن رو روش ببینید لطفا، یکی بحث رمزنگاری و رمزگشایی هست، یکی بحث ساین هست و وریفای امضای دیجیتال و بررسی امضای دیجیتال. یعنی سناریو دوم برای اتنتیکیشنه، سناریو اول برای کانفیدنشیالیتی یا محرمانگی. اگه ملاحظه بفرمایید تو سناریو اول یه مسیجی توسط یک پارتی حالا به نام باب میخواد یه مسیجی برای آلیس بفرسته، این دو تا شخصیت خیلی معروفی هستن تو دنیای رمزنگاری، همیشه اما مخفف A و B هن دیگه، دو نفری که با حرف A و B چیز میشن دوتا. یک کلید رمزنگاری پابلیک وجود داره که توسط گرواقی که باله کیه؟ کلید پابلیک آلیسه. آلیس اینو به باب داده از قبل، حالا یا داینامیک لود میکنه هر دفعه یا از قبل بهش داده مثلا داخل اپش بذاشته ازش استفاده میکنه، یک سایفر بلاک رو تولید میکنه، اون سایفر بلاک رو حالا میفرسته. این وقت پرایویت کی فقط و فقط اسمش میشه دیگه کلید خصوصی، فقط و فقط در اختیار آلیس باید باشه. اون آلیس میاد و
از طریق پرایورتی خودش مسیج رو دیکریپت میکنه و به مسیج اولیه میرسه. این اسکیم کلی هست. اینجوری همه میتونن برای شما مسیج بفرستن انکریپت شده. تو طول مسیر هم کسی نمیتونه شنودش کنه، ولی فقط شما میتونید بازش کنید. فقط همین حفظ محرمانگی اون کلید خصوصی مهمترین چیزی که تو این اکوسیستم وجود داره. خب این تابع ریاضیش هست، من بهش وارد نمیشم. RSA هم معروف، شنیدید میگن یک عدد بزرگه که شکوندنش به معنای پیدا کردن پرایماشه، یعنی فاکتورهای عدد اولشه. وقتی یه عدد خیلی بزرگه، یعنی چی بزرگ که میگیم مثلا 2^3072 مثلا، یه عدد خیلی بزرگ، طبیعتا پیدا کردن همه فاکتورهای اوله این یه چیز خیلی وحشتناکه. ولی خب طبیعتا RSA بنفیتا و دیسادوانتیجای خودشو داره، یعنی یه جای خوبه یه جای هم واقعا اصلا به درد نمیخوره، همه جا نباید ازش استفاده کرد. در ضمن RSA هم دو تا الگوریتمه، بعضی جا اینو اشتباه میگیریم. هم یک الگوریتم دیگه RSA امضای دیجیتالیست، هیچ ربطی به انکریپشن نداره، یعنی اصلا هدف شما این نیست مسیج رو به صورت محرمانه بفرستید. میگین محرمانگی مسیج مهم نیست، اینکه نشه دستکاریش کرد مهمه. مثلا اینکه یه نفر به یه نفر پولی میخواد جابجا بکنه واقعا خیلی چیز سناریو لزوما محرمانه نیست، ولی صحتش یعنی اینتگریتیش خیلی مهمه که این حین انتقاله دستکاری نشه، چون میتونه یه خسارت مالی سنگین ایجاد بکنه. اونجاست که کاربرد انکریپشن دیکریپشن رو میذاریم کنار، میریم سراغ کاربرد ساین و وریفای. تو کاربرد ساین و وریفای که یه الگوریتم دیگه است به همین اسم RSA و پیاده سازی جدایی داره، تو اون روش وقتی یه نفری میخواد یه چیزی رو امضا بکنه و برای کسی بفرسته، لازمه از قبل باز پابلیکی خودشو به اون طرف بده. اینجا دو تا نقش داره، امضا کننده، بررسی کننده. بررسی کننده چی رو میخواد؟ پابلیکیو. پابلیکیو شما رو میخواد. امضا کننده که شما باشید فقط باید پرایویت کیو داشته باشید. این پرایویت کیو بازم به همون اندازه محرمانه است، چون اگه دست کسی بیفته چی میشه؟ به جای شما میتونه امضا بکنه اون اطلاعاتو. باز این یه نوع الگوریتم امضای دیجیتالی نامتقارنه. شبیه چی ما یاد چی میندازه؟ اچ‌مک. اچ‌مک هم همین کاربرد رو داشت، اما این یه مزیت بزرگی نسبت به اچ‌مک داره. اچ‌مک ما گفتیم اونم وقتی مسیج رو اول ساین میکنیم و میفرستیم، بر اساس اون کد مکی میتونیم گارانتی بکنیم که این مسیج دستکاری شناسایی بشه. اما چون دو طرف ارتباط هر دو تان کلید رو دادن، ممکنه یه نفری مثلا تو بک‌اند یا دیولپری که حالا از شغلش راضی نیست و اینها، اون کلید رمزنگاری هم داره، بیاد یه پیغام جعلی درست بکنه چون کلید سمت سرور هم هست و بزنه بره تو دیتابیس هم بشینه و پردازش بشه. به این میگن انکار پذیر بودن. یعنی چی؟ به دلیل اینکه دو طرف ارتباط هر دو اون شیر سیکرت، اسمش روشه دیگه، شیر سیکرت، یعنی یه سیکرتی که اشتراک پیدا کرد، هر دوتا اونو دارن، امکان جعل این وجود داره. هیچ چیزی نیست که گارانتی بکنه که اون یه نفر پارتی داخلی، یه نفر آدم ناراضی، مهاجمی که نفوذ کرده یا کسی که به اون کلیده رو پیدا کرده مثلا نتونه این کارو بکنه، واقعا نمیتونه. بنابراین نیازمندی پیدا میشه به نام انکارناپذیری. دو تا کاربرد داره. یک، اولا مطمئن بشیم این پیامی که اومده فقط و فقط اون فرد میتونسته بزنه، مسلماً از طریق اچ‌مک حاصل نمیشه این نیازمندی. دوم اینکه اون فرد فردا نیاد بگه من این کارو نکردم، مثلا سناریوی مثلا تزریق انسولین، چون میگن اثر انگشت توش هست دیگه، ببین بدون این اثر انگشت اون دستا رو اینجکت نمی‌کرد، غیر ممکنه. خب شما پس خودت این در اثر انگشت رو زدی، حالا ممکنه میگن اثر انگشت میشه دست طرفو گرفت کشید رو چیز که الان میگن تشخیص سیاره، هر روش دیگه. فرض کنیم مثلا یه سناریویی که محیط امنه، چون امنیت محیط خیلی مهمه دیگه، مثلا یه نفر دستشو بگیرن و دستگاه بکشن، خب رمزنگاری کاربردی نداره اصلا. اینجا ما در مورد پس اون سناریو خیلی صحبت نمی‌کنیم. تو این روش کسی که می‌خواد مثل آلیس یه پیغامی رو بفرسته و بگه که من بودم این رو زدم، یعنی این اصالت داره و من نمی‌تونم زیرش بزنم و فقط من می‌تونم بزنم، پرایوت کی خودش استفاده می‌کنه، یه ساینی رو مسیجی که می‌خواد بفرسته می‌زنه، مسیج به اضافه ساینش می‌فرسته برای سرور یا اون کسی که وریفای می‌کنه. کسی که وریفای می‌کنه پابلیک کیو داره، از طریق اون میاد چیکار می‌کنه، پیغام وریفای میکنه، مطمئن میشه که این امضا درسته و بعد کار انجام میشه. این دوتا کاربرد کلی پابلیک انکریپشن هست که در واقع حالا تو RSA بیشتر میبینیم ازش استفاده میشه. حالا تو بقیه الگوریتم تقریبا شبیه همه، متا یکم کاربردش متفاوته. حالا اون رو باید خواهیم دید. الگوریتم دیگه که دو سال هم از RSA قدیمی تره ولی کمتر شناخته شده است، دیفی هلمنه. این آقایی که اینجا عکسش بود ایشون یکی از این هست، اینشون ویتفیلد دیفی، این یکی از اینایی بودش که این الگوریتم داد. باز دو نفر بودن اسمشون روی الگوریتم اومده.
ایشون این الگوریتم خیلی الگوریتم جالبیه، برخلاف RSA بیسش لوگاریتمه. تو این روش این ببینید چقدر چیز جالبیه، تو این روش دو فردی که میخوام با هم حرف بزنن، دو تا فرد ممکن یه گوشی و یه سرور، تو یه محیط ناامنی میخوام با هم حرف بزنن، فرض میکنیم از قبل هیچ کلید اشتراکی نداره، بعد میخوان شروع کنن با همدیگه تبادل کلید کردن. این الگوریتم برای این ساخته شده، به این فرآیند میگن کی اکسچنج، تبادل کلید، یا کی اگریمنت. تو RSA هم این کاربرد هست. یه سوال دارم اگه دوستان کمک بکنن خیلی ممنون میشم. من یه اپ اندرویدی دارم با یه سروری حالا رست هم هست داره کار میکنه، میخوام یه تبادل کلید انجام بدم، راهی که بزنیتون میرسه هر کدوم از دوستان لطف دارن پاسخ بدم ممنون میشم. راهکارش چیه؟ من میخوام مثلا از طریق RSA یه کلیدی رو تبادل بکنم بین این کلاینت و سرور، از اون به بعد تمام این پیغاما با اون کلید رمزنگاری بشه و رمزگشایی بشه طبیعتاً. یعنی چیزی که از کلاینت میده به سرور با اون انکریپت میشه، سرور دیکریپت میکنه، میده جواب رو آماده میکنه، ریسپانس رو که میخواد بفرسته دوباره با همون انکریپتش میکنه براش میفرسته و این کلید رو دارن دو طرف. یه راهکاری که به ذهنتون میرسه چیه؟ از مثلا همچین سناریویی بود به فرض کنیم داشته باشیم، SSL هم وجود نداره اصلا، همچین پروتکلی نیست به عنوان مثلا. حالا من اشکالایی که SSL داره رو میگم خدمتتون، ولی فرض کنیم همچین چیزی نه. با این تفاصیل به نظرتون چه کاری میشه کرد؟ حالا انتظار ندارم حتما یه روش کاملا دقیق بگید، اصلا مهم نیست، هر روشی به ذهنتون میرسه. این یه راه هست، آره میشه آره به قول شما یه هستید انتظار میتونیم داشته باشیم که اتکر چیز نکنه. یه راه ساده بگم مبتنی بر RSA چجوری. فرض کنید کلاینته با سروره میخوام با هم حرف بزنن، اینا رو انشالله رو اگه بشه من تیکه کود میکنم میذارم تو گیت برای دوستان میدیم با هم ببینم تیکه تیکه. مثلا روش ساده که الان من پیش راه کاری دیگه نیست دوستان؟ ببخش اینکه از یه کلید AES استفاده کنیم که هم سمت سرور هست هم سمت در واقع کلاینت یه شرکی، بعد با اون بیام کد کنیم کلیدای پابلیک رو بفرستیم سمت هم و از این بعد از اون استفاده کنیم. بعد دفعه بعد اصلا روی سرور کلیدو داریم. این بخش اندرویدشو چه جوری پیاده سازی میکنید؟ این کلید AES رو کجا میذارید تو اپ؟ مثلا هارد کد میکنید کدتون؟ الان میتونه حالا تو پروسه‌ای که بین اینا اتفاق این گپو گفت که اتفاق میفته اون کلید هم تو این بین چینج بشه دوباره. آره. یه راه حل حالا در موردش صحبت یکی از دوستان می‌خواستن ایشون هم فکر اشکال نداره این سوال جوابو میگم این از من برنامه رو به هم نریزم ببخشید. این هنوز ضبط نمی‌کنه. نه آها اوکی. من نظرم شبیه دوستمونه ولی اچمک بذاریم تو دو طرف با یه حالا که اون سایفر بودن هم چی بود ثابت، بعد با اون حالا کیاشون رو اکسچنج کنن دیگه با اچمک. آره چون اچمک دقت کردین که یک طرف است، اگه چیزی رو با اچمک شما یه مسیج مرکزش تولید کنین بفرستین اون طرف نمیتونه به اون دیتا اولیه برسه، فقط میتونه گارانتی بکنه که این دیتا حین انتقال تغییر نکرد. این نکته که اینجا هست اینه که این کلید خودش محرمانه است، درسته؟ خود کلیده محرم بباشه الان کلیده ما در قدرش همون داده هایی که میخواد با این کلید رمزگذاری بشه امنیتشون به این کلیده وابسته است، پس اگه مثلا لیک بشه به خطر میفته دیگه. HMAC بیشتر اینتگریتی یعنی صحت رو گارانتی میکنه ولی واسه کانفیدنشیالیتی کار خاصی نمیکنه، درسته؟ حالا خوبه البته اینا ترکیبی از HMAC باید استفاده کنیم، حالا کنارش فقط برای یه چیز دیگه ببخشید دوستمون هم می‌خواستن توضیح بده گوشی بعد بیاد خدمتتون میتونید. البته حالا تا جلسه بعد هم اگه دوستان خواستم من ببخشید جایزه نمیتونم بدم دستش ولی واقعیتش اینه که خوبه به هر حال الان به این موضوع فکر کنیم، چون دستش ما اولین باری که میخواستیم به این چیزا فکر بکنیم خب راه حل موجود رو نمیدونستیم. ببخشید بفرمایید. من همین جوری به ذهنم رسید نمیدونم چقدر درست باشه، ولی میتونیم از یک کلیدی که از پیش ست شده و ثابته برای فهمیدن کلیدهای رندوم استفاده کنیم، یعنی اونا رو خودشونو سایفر کنیم با یک کلیدی. اون کلیده باید سمت کلاینت، حالا چون بحثمون اندرویده میتونه اسیمتری باشه، یعنی سمت سرور پرایویتش باشه کلاینت پابلیکشو داشته باشه. آها درست. بعد باش چیکار میکنیم؟ بعد خود اون کلیدی که اندروید جنریت میکنه رو با اون
پابلیک انکریپت میکنه، سرور میتونه اون کلیدو بخونه. آره خوب، خیلی ممنون. این اسکیمیست که توی RSA وجود داره تقریبا اینه، یعنی نه تو RSA وجود داره، میگیم RSA یه الگوریتمه، نمیدونه که ازش چه استفاده ای ما میخواییم بکنیم، ولی اگه خواستید یه زمانی یه تبادل کلیدی انجام بدید بین اپ و سرور، راهکار تقریبا اینه. یعنی چی؟ زمانی که اپ ریلیز میشه به دوستان بک‌اند یا عملیات هر کسی که اون پشت نشسته میگید که یه زوج کلید تولید کن، پرایوتش رو از خودت نگه دار، مطلقا به من نده، پابلیکش رو به من بده، من میذارم تو اپ. هر زمانی که اپ میاد لاگین بکنه، مثلا فرض کنید قبل از فرم لاگین، حالا اون لایو بندی من بلد نیستم، خودتون بفهمید چه جوریه، فرض کنید قبل از اینکه ما بخوایم یوزر پسورد بفرستیم، خود یوزر پسورد رو هم می‌خوایم با همین روش رمزنگاری بفرستیم، یعنی خود یوزر پسورد حساسه دیگه، لو بده دیگه، خیلی چیزا دیگه بی‌معنی میشه. میام چیکار میکنم؟ یه عدد تصادفی، یه رشته تصادفی به عنوان کلید تولید میکنم. فقط نکته ای که هست اینه، حالا من به توضیح دوستمون اضافه بکنم، اینه که کی استور اندروید فرض کنیم اگه ورژن پایین باشه، مثلا ورژن 18 اینا، مثلا یه گوشی با اندروید 4.3.4.4 از طریق اون نمیتونید کلید سیمتریک تولید کنید، اصلا ساپورت نمیکنه، از ورژن 6 به بعد میشه استور. بنابراین من باید برم سراغ چی؟ یا یه کلاس فایل چیزی خودم بنویسم که توصیه نمیشه، یا باید برم از یه ترت پارتی استفاده کنم، باید مراقب باشم امن باشه. اینا روشایی هست که به کار گرفته میشه، میگم فقط باید مراقب باشم. یا بریم سراغ مثلا بانسی کسل و اینا، درسته؟ اینا هم روشای بدی نیست، خوبه. فرض کنید از طریق بانسی کسل و مولد عدد تصادفی یک کلید 128 بیتی تولید میکنید که متقارنه. حالا چرا متقارنه استفاده میکنید؟ من میگم چرا از خود RSA استفاده میکنید. این سناریو اولینه. ما مگه پابلیکی سرور نداریم؟ مگه نمیخوایم دیتا رو برای سرور همیشه بفرستیم؟ میگیم دیتا رو که میخوام برای سرور بفرستم با همین پابلیکی انکریپت میکنم میفرستم برای سرور، سرورم پرایوت کی داره دیگه، مسیج رو باز میکنه میفهمه من چی فرستادم. این یه روشه، خب ولی اشکالش چی دوستان؟ دقیقاً یکیش که یک طرفه است. شما میخواستیم چیزی بفهمید؟ آره سه کنده و حجم دیتا انکریپت خیلی محدوده دیگه. الان میگم خدمت، آره دو تا هر سه تا موضوعی که فرمودین کاملا درست. یکی این که اولا یک طرف است، خب بله من از سرور یه پابلیک دارم، برای سرور از من چی داره؟ سرور اگه میخواد واسه من انکریپت کنه بفرسته، نمیشه که یک طرفه باشه. واقعا من پیاده سازی اینجوری دیدم ها، یعنی پرسیدیم چرا ریسپانس انکریپت نشده، گفتم چیکار کنم، مثلا من که نمیدونم این گوشیه چه چه پرایوتی داره، حالا یه پابلیکی به ما بده، معلوم نیست این پابلیک مال کی باشه. راستم میگه واقعا سخت. یکی اینکه اولا رمزنگاری نامتقارن معمولا به صورت مستقیم برای رمزنگاری داده استفاده نمیشه. یکیش همین دیستریبیوت کردن یا توزیع کلیده. شما 5 میلیون تا کاربر داره اپتون، بذار هر کدومشون یه دونه سمت سرور باید پابلیک کی داشته باشه، ببین چه فاجعه‌ای میشه. اصلا فرض کنیم این کارام کردین، 5 میلیون تا پابلیک کی باید توی دیتابیس بزنین، خب این کی بود؟ بدم پابلیکیشو بردارم باهاش انکریپت کنم براش برگردم، اصلا از پرفورمنس اینا منطقی نیست. دو تا ایشو هم که دوستمون فرمودن کاملا درسته. RSA و کلن الگوریتم های نامتقارن به نسبت متقارن از نظر پرفورمنسی فاجعه بارن دوستان. دلیلش چیه؟ طول کلید بزرگ. طول کلیدش خیلی بزرگه، ولی از الگوریتمیکی چون بلاک سایفر و اینا نیستن نمیتونن حجم داده نامحدودی رو رمزنگاری کنن. شما با تریپل دز یا AES هیچ محدودیتی به سایز داده ندارید. پتابایت دیتا هم باشه میتونه انکریپت کنه، بس فقط زمان و توان محاسباتیه. ولی به مود RSA اینجوری نیست. RSA طول کلیدش چقدر دوستان؟ از 500 AES 128 192 و 256 بیت تو اسلاید قبلی دیدیم، حد اکثر 25. من خدمتتون عرض کردم که همون 128 بیتی برای اکثر سناریوها کافی، هیچ محدودیتی برای طول داده نیست. ولی RSA از 512 بیت شروع میشه طول کلیداش، همین کلید پرایویت که ما تولید میکنیم، تا الان 4096 معمولا استفاده میکنم برای کاربردهای خیلی حساس، 4096 که دیدیم، یعنی اون عدد بزرگی که از روش این پرایویت که تولید میشه یه عددی 2 به توان 4096 ترکیب ممکن داره. خب خیلی بزرگه و به نظر خیلی امن میاد، ولی همین بزرگ بودن طول کلید به شدت کندش میکنه. برای اینکه حالا اینو با هم دیگه ببینیم، حالا من یکم زمان چیز میکنه این دستور رو روی نمیدونم اگه ببینن دوستان، بذارید من رنگ اینو عوض بکنم. حالا ویندوز نه لزوم من، شاید خیلیتون از ویندوز استفاده نمی‌کنید. من رنگ اینو نمی‌دونم چه رنگی بزنم، ببینید چه رنگی بزنم خوبه که سفید سیاه. رنگ سیاه سخت شد. خوبه الان میدید این همه؟ آها اوکی، من یه لحظه قافل گیرش کنم. بفهم الان خوبه؟
این اوپن اس اس ال فکر میکنم یه دونه سویچ اینجوریه اس پی یا بله همینه. من الان راستش همه سویچه یادم نیست. این اوپن اس اس ال رو هر کامپیوتری که نصب کردید، مثلا یه دیوایس اندرویدی روت شده که کامند دارید ازش میگیرید، یا یک سیستم عامل لینوکس یا یه سرور یا یه ویندوز، هر چی که اوپن اس اس ال روش هست، میتونید از طریق این اگه دقت بفرمایید پرفورمنس رو بگیرید. ببینید روی این هاردور من چقدر توان محاسباتی برای الگوریتم رمزنگاری مختلف دارم، مثلا MD5 چند تا میتونم تو ثانیه درست کنم. خب چون ترکیبای خیلی زیادی هست، من چون بدون سویچ هم زدم همه رو میاد تست میکنه تا RSA 4096 میره مثلا برای ساین برای وریفای. حالا چه ربطی داشت؟ میخواستم بگم میتونید مقایسه بکنید ببینید که مثلا در ثانیه میتونید چند تا عملیات با AES انجام بدید، مثلا 128 بیتی، چند تا عملیات میتونید با RSA 2048 بیتی انجام بدید. چرا این دوتا عدد رو گفتم؟ امنیت این دوتا یکسانه. AES 128 بیتی امنیتش به اندازه RSA 2048. در کل هیچ موقع نباید دو تا الگوریتم مختلف رو با طول کلید متفاوت مقایسه کرد. RSA 2048 از RSA 1024 امن‌تر، ولی چون 2048 بیت از AES 128 بیتی امن‌تر نیست، اصلا این دو تا مدل مختلفه. درست؟ دو تا نکته که ایشون گفتن من یه بار دیگه تکرار بکنم. کندن میتونید با این ببینید و این اصلا خوب نیست، یک طرفه که دوست دیگه‌مون اشاره کردن. و طول داده‌تون محدوده. خیلی جاها شما داده که میفرستید یا میگیرین سایزش مثلا ممکنه بزرگ باشه. RSA 2048 تقریبا باش میشه 1900 بیت دیتا رو انکریپت کرد. اون بقیه‌اش چی میشه؟ یعنی به اندازه طول کلید میتونید باش دیتا انکریپت کنید حد اکثر. اگه مثلا یه فایل 3 کیلوبایتی رو بدید با RSA بخواید انکریپت کنید نمیتونید، خطا میده. اون یه کمی هم که کمتره تازه، یعنی به اندازه 2048 هم حدود 100 بیت کمتره، اون پدینگشه، اونو برای پدینگ رزرو میکنن. بنابراین اصلا به درد رمزنگاری داده بزرگ نمیخوره. پس یه سوال اینجا مطرحه، اصلا به چه دردی میخوره؟ اینکه کنده به نظر یه طرفه است، حالا یه طرفه نیسته، ولی توضیح کلیدی سخت و چیز هم داره، مشکل طول داده هم داره. برای چی ساختنش؟ چرا همه جا از رمزنگاری نامتقارن مثل AES استفاده نمیکنه؟ دلیلش اینه، تو این سناریویی که من مثال زدم و دوستمون یه راهکار درستی دادن، گفتیم دو طرف میخوان با هم ارتباط برقرار کنن. خب اگه ما بیایم کلیدا رو داخل کد هارد کد کنیم که اگه یکی ریورس کنه کلیدو در میاره، درسته؟ میدونیم که کار سختی نیست، خیلی راحت شما میتونید حتی الان چیزای دی کامپایلرای آنلاین بدین ظرف چند دقیقه پیدا میکنه، بعد ابزارهایی هستش مثلا ظرف 3-4 دقیقه تو کلیدتون هم میکشه بیرون. پس این روش به نظرم استفاده نکن. روش دیگه چیه؟ خب این سیمتریکه چجوری میشه ازش رسید؟ یه سیمتریکی سمت کلاینت هست یا سمت سرور هست، اینا نالجی نسبت به این ندارن چون رندومه. اگه رندوم نباشه باز یه چیز دیگه نقض میشه. راهش اینه چیزی ما داشته باشیم که در واقع کلاینت بتونه کلید رو بفرسته به سرور، ولی فقط سرور بتونه بازش کنه. اینجاست که سیمتریک نمیتونه خودش این پاسخ نیاز رو بده. کاربرد اسیمتریک اینجا پررنگ میشه. در واقع اسیمتریکا دوستان برای انکریپشن و دیکریپشن دیتا به صورت مستقیم طراحی نشده، برای تبادل کلید ساخته شده. این کاربرد انکریپشن دیکریپشن هم که میبینید در واقع برای انکریپت کردن چیه؟ کلید. برای کلید متقارنه، یعنی دوتا معمولا با هم استفاده میکنن. کلید متقارن ما چقدر داده سایزش؟ 128 بیت. پس با اون محدود چی میگن سقف طولی که داریم چیز نداره، هیچ کانفلیکتی نداره. از طرف دیگه ای تو همه روش‌های تبادل کلید تون تون این کار انجام نمیشه، پس اون نقیصه پرفورمنسی هم خیلی خودشو نشون نمیده. روش اینه، روی گوشی بعد از اینکه این طرف اومد اپو لانچ کرد، از طریق حالا اگه کیستورتون ورژن بالاست از طریق کیستور، اگه نه از طریق مثلا وانسی کسل یا یه لایبرری امنی، کلید رندوم 128 بیتی متقارن درست کنید. دیتاتون رو با اون مثلا یوزر پسورد که از کاربر میگیرید رو روی حافظه با اون رمزنگاری بکنید. پس داده‌ای که کاربر وارد میکنه با کلید سیمتریکی که روی دیوایس رندوم تولید شده و هنوز سرور نمیدونه، بعد اینو باید انتقال بدید به سمت سرور. سرور بخواد اینو بازش بکنه به اون کلیده احتیاج داره، درسته؟ کلیدو چجوری بفرستیم؟ کنار همون مسیج کلید 128 بیتی تونو با RSA با اون پابلیک کیه بود که گفتیم داخل کد پین کردیم، هارد کد کرد، با اون انکریپتش کرد. میدونم حالا به نظر خیلی عجیب غریب میاد، ولی تقریبا 80% اپلیکیشن‌هایی که رمزنگاری لای مسیج دارن اینجوری پیاده سازی شده و پیاده سازیش هم واقعا کار سختی نیست. کل این کد صرف نظر از لایه‌بندی زیر 100 خط کده واقعا.
اینکه من یک کلید رندوم تولید کنم، دیتام باشه انکریپت کنم، بعد خود کلیدم با اون آر اس ای پابلیک انکریپت کنم بیف بفرست. ترتیبش تو سرور چی میشه؟ سرور اول با خود بخش دیتا کاری نداره، میاد سراغ بخش کلید، میدونه دیگه کجا دیتا است کجا کلیده، کلیدو میاد با پرایوت خودش باز میکنه. حالا کلید متقاضی سرور هم داره، به این اتفاق میگن کی اکسچنج، کلید تبادل شد. بعد میاد سراغ اون بخش داده، اون داده اش کار میکنه با اون کلید متقاضی که به دست آورد. حالا سرور تا پایان سشن اینو داره، مثلا یه جایی توی حافظه توی مثلا ردیس به عنوان مثال ذخیره میکنه، میگه دیوایس آی دی فلان این کلیدیه که من باهاش تبادل کردم. و خیلی سریع زمانی هم که سرور جوابی آماده کرده برای اون درخواست، دوباره با همین کلید انکریپتش میکنه میفرسته. این دفعه دیگه نیازی نیست این کلیدو برای هم بفرستن، یه بار تبادل میشه دیگه، فقط یه بار. این میدونید این روشی که گفتیم کجا داره استفاده میشه دوستان؟ SSL اینجوری کار میکنه. دقیقا این پروتکل SSL هست که استفاده میکنیم، بروزر با سرورها، موبایل با سرورها، دقیقا همینجوری کار میکنه. کلاینت میاد به سرور میگه سرتیفیکیت تو بده. حالا تو بحث SSL پینینگ بیشتر بازش میکنه، میگه سرتیفیکیت تو داخل اون سرتیفیکیت یه پابلیک کی. متفقا فرقش اینه اون پابلیک کی داخل اپلیکیشن کلاینت، حالا میخواد یه مرورگر باشه یا میخواد یه اپلیکیشن اندرویدی باشه، پین نشده لزومه، درسته؟ آن داینامیک میگیرتش، سرتیفیکیتو میگیره، سرتیفیکیتو بررسی میکنه. دیدید اصلا یه چپتری توی اندروید سکیوریتی تو سایت گوگل هست چجوری سرتیفیکیت های SSL رو وریفای کنیم. بعد یه بحثایی هست، پیشنهادایی هست مثل SSL پینینگ مطرح میشه که اینو پیاده سازی بکنید که معنی نمی داره روی SSL نخورید. حالا دارم حتما خواهیم گفت. من ببندمش که اینو حالا خواستید خودتون اجرا بکنید ببینید.